گفتنی های ناگفته، مجموعه از نکات ارزشمند و پند آموز در موارد و موضوعات مختلف زندگی. نویسنده سید ضیاالدین قطبی، تهیه کننده و ویراستار صدا روشنی یحیی. گفتنی های ناگفته. گفتنی های ناگفته. گفتنی های ناگفته اثر محترم سید ضیاالدین قطبی است که شامل اندرس های کوتاه در موارد و موضوعات مختلف زندگی در قالب یک رساله کوچک نوشته شده است که دارای 69 صفحه و 700 وجیزه می باشد. گفتنی های ناگفته سخنان پندامور است که جوانان را جهت می دهد و سوی پدیده های مثبت زندگی. این کتاب گفته ها و نکته های ارزشمند را داراست که می تواند راهگشای های خوب به سمت و سوی رستگاری باشد. گفتنی های ناگفته تجربه های است از زندگی مؤلف آن محترم سید ضیاالدین قطبی که خود با آن زیسته و خواسته این تجربه ها را به عنوان پند و اندرز هدیه نسل نو و نسل های آینده نماید. این جملات هرچند کوتاه است ولی می توان گفت ارزش بعد در کوزه را دارد، چون دنیای از معانی در یک جمله کوتاه یا عبارت کوتاه گنجانیده شده است و برای آنان که درک درست از این گونه نکته های کوتاه با آموزنده ندارند با یقین که به ارزش آن نیز پی میبرند و از داشته های آن استفاده بهینه می نمایند. هدف از ضبط این اندرس ها در سیدی همانا رسانیدن آن به گوش نسل جوان است که در کشورهای اروپایی و امریکایی دور از سرزمین آباییشان تولد و بزرگ شدند و نوشتن و خواندن زبان فارسی دری را بلد نیستند می باشد، ولی با شنیدن آن می توانند به ارزش های فرهنگی و دینی و طرز زندگی و برخورد مردم خود آشنا شوند تا از این طریق بتوانند به زندگی سعادتمند نایل آیند و دروازه های خوشبختی را بکوبند. این رساله کوچک در 1389 در 1000 جلد در چاپخانه چهاردهی کابل به مصرف شخصی محترم مؤلف آن به چاپ رسیده است که اینک این گفته ها را به شکل صوتی آن عرضه علاقه‌مندان و جوانان می نماید. آثار دیگری که از همین نویسنده به چاپ رسیده است: گسترش معلومات در 3 جلد، خانه و خانواده، کانون خوشبختی و سعادت در 2 جلد، گنجینه های موسیقی، گفته های ناگفته، سخنان پندامور به زبان دری و انگلیسی و کتابخانه سیار با صدها اثر ماندگار. آثار آماده چاپ از همین نویسنده. جلد سوم خانه و خانواده، کانون خوشبختی و سعادت. افغانستان با گذشت تاریخ از سال 1919 میلادی الی 2001 میلادی، سه واژه هستی که مجموعه اشعار انتخابی در مورد بهار، مادر
و وطن می باشد.
Thank you.